دوستان عزیزم سلام بر شما، خیلی خوش اومدید به کانال محمود بیز در یوتیوب. همینطور که مطلع هستید، من در مدت این 3 ماه گذشته ویدیوهای در مورد کسب درآمد به شما یاد دادم و آموزش دادم. توی این ویدیوها سیستم های همکاری در فروش رو به شما معرفی کردم و به شما گفتم که این سیستم ها به چه شکلی میتونن در کسب و کار به شما کمک کنم، به چه شکلی میتونید کسب درآمد دلاری داشته باشید و حتی چند موردش رو هم حتی من پنلاش هم باز کردم و به شما کاملش رو گزارش دادم. به عنوان مثال ببینید، اینجا کسب درآمد از کلیک بانک بود که من هلوش 2 ماه قبل آموزش شده دادم، کسب درآمد با کلیک بانک. خب منتها من آموزش ها رو بعد از اینکه این آموزش فیلمش رو کامل گرفتم، در انتهای ویدیو لینک های این 4-5 تا سایتی که الان دارم بهتون میگم رو میذارم ویدیو هاشو، که اگر ندیدید حتما مجدد مراجعه بکنید و اگر علاقمند هستید به فروش دیجیتال و فروشی که از سطح اینترنت میتونید انجام بدید، حتما این ویدیو ها رو ببینید و به اطلاعاتتون اضافه بشه. یا مثلا آموزش فروش از سایت دی ایکس بود که به شما یاد دادم، یا گیربست یا کیک بوینگ، اینا همه چیزایی بود که من به شما یاد دادم. یکی هم در مورد کسب درآمد از علی اکسپرس بود. توی یک ویدیو هم به شما من گفتم که واقعا چطور میشه از طریق افیلیت مارکتینگ بفروشیم و به چه شکلی ما میتونیم سود ببریم. توی آموزشی که الان دارم بهتون میگم، میخوام فقط اجمالا این وبسایت ها رو با هم مرور کنیم، یعنی من بهتون بگم که این وبسایت ها تا چه مرحله ای میشه باهاشون پیش رفت و واقعا اگر تلاش بکنید مطمئنا هم خواهید تونست و میتونید شما هم در این سیستم ها عملا فروش داشته باشید. خب من آموزش های دیگه مثلا در مورد افیلیت مارکتینگ، خب آموزش های متعددی بود که حالا من در ادامه ویدیو بهشون میپردازم. مثلا این گیربس از سایت های خیلی خوبیه که میشه کار کرد، یا علی اکسپرس به تازگی یه محدودیت هایی در خرید هاش اعمال کرده برای مشتریان که این یه مقداری که بازار کسب و کار رو کمتر کرده و این کسب و کار وقتی کمتر بشه یعنی سود از طریق علی اکسپرس کمتر میشه. خب به عنوان مثال شما میتونید از طریق گیربست همون کالاهایی که توی علی اکسپرس هست رو راحت اونجا پیدا کنید و خرید انجام بدید. حالا این خرید ها میتونه 1 دلار سود داشته باشه برای شما یا حتی کمتر، یا چند سنت سود داشته باشه، اما قطره قطره جمع شود وانگهی دریا شود. دقیقا اینجوریه که شما نمیتونی یه شبه انتظار داشته باشی که از طریق فروش در این سایت ها مثلا یهو 200 دلار درآمد توی 1 ساعت بشه. این اتفاق نمیفته مگر اینکه شما زمان بذارید. ببینید این پورتال علی اکسپرس که شما بعد از اینکه بهش وارد شدید میتونستید از قسمت اد سنتر، خب اینجا اول می درآمد، مثلا درآمد الان من 18.47 برای ماه قبلا 21 بوده و بالانس هم الان 38 دلاره که این قابل برداشتنه و این 21 هم که فکر کنم هولوش 10 تا 12 روز دیگه به این مبلغ اضافه بشه، میشه 57 دلار، 18 دلار ماه بعد قابل برداشته، که این مبالغ به دلیل این با تأخیر انجام میشه که تسویه های علی اکسپرس با فروشنده هاش انجام میشه. ببینید یه قسمتی به اسم اد سنتر هات پروداکت، شما میتونید محصولات پرفروشی که الان هستن روی سایت و مشتریان خیلی زیادی دارن رو شما میتونید اینجا ببینید. یعنی مثلا شما این کلاه رو الان میتونید بفروشید برای مشتریتون و 15% پورسانت بگیرید از مبلغ 17 دلاری که مبلغ این فروش هست. یا به عنوان مثال این شلوار رو شما الان بخواید بفروشید 8 دلار قیمتشه، 22% به شما پورسانت میده و 394 تا تا الان فروش این کالا بوده. یا به همین شکل این دامن مثلا، این شلوار کوتاه، یا مثلا این لباس، یا این شلوارا، یا این شلوارا، اینا همشون درصدهاش مشخصه. حالا من نمیخوام الان بهتون چیز دیگه بگم، اجازه بدید من این رو فقط به شما بگم. این بر اساس دسته‌بندی ها شما میتونستید اینجا مثلا اگر یه سایتی میخوای بیاری بالا تخصصا در زمینه اسباب بازی کار بکنی، خب میای تو قسمت اسباب بازی ها، هر چیز اسباب بازی که اینجا میبینی میتونی ابزار رو برداری توی سایت خودت منتشر بکنی و اینجا گت کد رو بزنی، کد خودت رو برداری، کد شخصیه یا پروموت بای لینک رو میتونی انتخاب بکنی و لینک بدی به محصولت. این روالی که بهتون میگم اصلا روال پیچیده و سختی نیست، چون من در آموزش قبل اینها همه رو به شما راحت
آموزش دادم که میتونید برید اونها رو ببینید توی ویدیوها. یا مثلا اگر در زمینه های مثلا بهداشتی، کالای آرایشی یا هر چیزی خواستید فروش داشته باشید، میتونید از این قسمت بیاید کالا رو انتخاب بکنید. مثلا من میگم آقا این خط چش رو میخوام، ابروی پلک این چیه، موجه این موجه ها رو من میخوام مثلا بفروشم. یه سایتی دارم در زمینه موارد آرایشیه، میتونید اینجا از طریق گت کد محصول رو انتخاب بکنید، عکسش رو برای خودتون کپی بکنید و این آدرس پایین رو هم برای خودتون کپی داشته باشید و بفرستید برای هر سایتی که مد نظرتونه و بعد میتونید از طریق اون محصولتون پروموتش کنید و فروش خودتون رو انجام بدید. فرقی هم نمی‌کنه، ببینید شما در هر زمینه‌ای که فکرش رو بکنید اینجا محصولات مختلفی به شما نمایش میده و فقط این به خود شما بستگی داره که چطور بخواید از چه سایتی محصول رو انتخاب کنید و از چه گروهی این محصول رو بذارید برای نشر عمومی که همه افراد این کالا رو پیدا بکنن و از طریق لینک های شما خرید انجام بدن. خب بعد از اون شما میتونید ریپورت رو بزنید و میتونید مشاهده بکنید لایو اوردرها رو که چه تعداد فروش مثلا الان انجام شده. ببینید مثلا من یه جنس فروخته شده 9 دلار بوده 69 سنت پورسانتش بوده که به یوزر من اضافه شده، تاریخش هم بوده 28/7، یا بر همین اساس ببینید تا 21 اینو به من نشون میده. پس شما به راحتی از طریق علی اکسپرس این قابلیت رو داشتید که بتونید فروش خوبی داشته باشید و اینجا هم که گزارش کاری فروش هاتون رو نشون میده و اگر زمان بذارید مطمئنا خواهید تونست بفروشید. ببینید من ورودی هام الان از هر 1367 تقریبا 10 نفرش خرید انجام میدم و 10 نفر میان یه جنسی رو 100% نهایی میکنن و میخرند. پس اولا شما هم اگر اومدید این حرکت رو زدید و خواستید بفروشید، مد نظرتون باشه که هر تعداد کلیک روی لینک های شما میشه اینجا میتونید در صفحه داشبورد علی اکسپرس اینها رو ببینید، چه تعداد سفارش اوردراتون اوکی شده، چه تعداد درصد بوده، چه تعداد سفارشاتون نهایی شده و کمیسیون شما چه مبلغی از این مبلغ بوده. خب این پورتال علی اکسپرس بود که برای اینکه بتونید به جمع همکاری در فروش این سیستم اضافه بشید از طریق لینک اصلی خود سایت علی اکسپرس باید اول تو سایت عضو بشید و بعد هم وارد پورتالش بشید که حالا من آموزش ثبت نام تو این پورتال علی اکسپرس رو ویدیوشو براتون میذارم، حتما در انتهای ویدیو لینکشو کلیک کنید. اگر ویدیو علی اکسپرس رو ندیدید از اونجا لاگین بکنید و شروع کنید به فروختن. و اما دومین سایت dxgate.com که این وبسایت هم به نوبه خودش فروش‌های خیلی خوبی رو در سطح دنیا داره، یکی دیگه از وبسایت‌های فوق‌العاده خوبه که دقیقاً شبیه همون وبسایت علی اکسپرس میتونه برای شما فروش انجام بده. یعنی شما هر کالایی که اینجا باشه میتونید بفروشید. حتی مثلا من الان وارد قسمت ترکیه این سایت شدم که این کالاها از خود ترکیه ارسال میشن. پس هیچ محدودیتی در استفاده از این وبسایت هم وجود نداره، منتها سیستم افیلیت این سایت یه مقداری ضعیفه به این علت که این وبسایت فقط میاد میگه آقا شما خدمات بهت میدم شما بفروش، اما از سیستم پورسانت دهیش ابزاری که در اختیارتون قرار میده ابزار خیلی کمتریه به نسبت علی اکسپرس و شما اگر قصد فروش دارید خب پورتال علی اکسپرس سیستم فوق العاده بهتریه که شما در سیستم پورتال علی اکسپرس تمام درصدهای سیستم ها تمام فروش هاتون رو اونجا میتونید کامل ببینید و مشاهده بکنید. پس یادتون باشه سیستم علی اکسپرس رو من دارم یه سر تأکید میکنم به این علتی که اون سیستم واقعا انعطاف‌پذیری خوبی داره و میتونید ازش به اشکال مختلف استفاده بکنید و اگر این ویدیوها رو شما پیگیری بکنید من حتما در طی شاید یه ماه آینده یه ویدیویی میدم و توی اون ویدیو از یه سیستمی برای شما نام خواهم برد که توی این سیستم شما میتونید تهیهش بکنید و خودتون شروع بکنید به فروختن و خب مبالغ خیلی خوبی هم گیرتون بیاد. راستیتشو بخواید من خودم الان این کار رو انجام دادم و چون تو مرحله تست هست نمیتونم الان به شما مثلا بگم این کار رو انجام بدید تا اینکه ثبتش مثلا تست هاش رو انجام بدم و مطمئن بشم که میتونم از طریق سیستمش فروش انجام بدم. مطمئنن ته یه ماه و نیم آینده این سیستم رو به شما هم معرفی میکنم تا شاید خواستید از طریق فروش سیستم و یا خود راه اندازی خود سیستمش بخواد کسب درآمدهای میلیونی داشته باشه که این امکان پذیره. و اما یکی از آموزش هایی که من توی یوتیوب خودم بهش پرداختم آموزش فروش از طریق سایت کلیک بانک بود. سیستم کلیک بانک هم یه سایت واسطه‌ای برای فروش محصولات دیجیتال و خب یه مقدار از محصولات فیزیکیه. در سایت
کلیک بانک شما بعد از اینکه عضو شدید یه قسمتی به اسم مارکت پلیس که شما در مارکت پلیس میتونید محصولات رو به اون اون چیزی که مد نظر خودتون هست انتخاب کنید و بعد از اینکه انتخاب کردید با دریافت کد مورد نظرش اون محصول رو هر جایی که مد نظرتون بود برید و تبلیغ بکنید. به عنوان مثال شما اگر در زمینه ادویکیشن در زمینه آموزش بخواید فعالیت بکنید یا در زمینه بازی یا در زمینه‌های مثلا تجهیزات خونه، مبلمان، مبل یا مثلا فرش، ورزشی، مسافرت یا هر چیزی که بخواید فعالیت بکنید توی این وبسایت میتونید با دریافت لینک ها و توضیحات و البته فیلم های آموزشی این محصول رو برای جمع زیادی از مردم بفروشید. ببینید فروش هر چیزی راحت به نظر نمیرسه، یعنی شما مثلا میاد از بیرون یه چیزی رو نگاه میکنی میگه ای اینو میشه فروخت، این اشتباس. باید وارد بطن کار بشید و با جزئیات کار آشنا بشید و بعد شروع کنید از طریق شبکه‌های اجتماعی به اطلاع رسانی کردن در مورد خدماتی که میخواید به افراد زیادی واگذار بکنید یا بفروشید. پس بدون اطلاع رسانی و بدون تبلیغ کردن، فقط تبلیغ رایگان منظور من، نه اینکه مثلا شما صرف هزینه بکنید برای مثلا پروموت کردن یه مسئله مثلا جزئی. حالا در سایت کلیک بانک شما یه پورسانت هایی که به شما میده به عنوان مثلا از این 12 دلار بروش 60% رو به شما میده، شما میتونید یه پروموتش بکنید و اینجا میتونید مثلا جنریتش بکنید و یه لینک بسازید و هر کسی که از طریق این لینک جنس رو دید و مشاهده کرد شما میتونی پورسانت ببری. حالا اجازه بدید من همین رو در یه صفحه جدید باز کنم ببینیم به چه شکلی این لینک برای ما نمایش داده میشه. لینک رو داشته باشید، الان لینک تغییر میکنه و لینک اصلی سایت فروشنده باز میشه. حالا من تا مرحله این سایت رو پیش میبرم برای مرحله خرید که شما متوجه بشید که این وبسایت ها به هیچ عنوان قصد دور زدن ما رو به عنوان فروشنده ندارن، یعنی عملا خودشون هم خوب میدونن که دوام خودشون و موندگاری خودشون در حمایت از اینه که بتونن از فروشنده هاشون حمایت بکنن. برخلاف دوستانی که در ایران هستن میان آقا یه جنس رو میفروشن، دو روز که یه مشتری رو پیدا میکنن به فکر این میفتن که آقا بازاریابه رو دورش بزنن و خودشون مستقیم جنس رو بدن به خریدار. خب این یه حرکتیه که باعث میشه اون خریدار بعد از یه مدتی دیگه حتی همون جنس رو تهیه نکنه، چون با بازاریاب‌های جدیدی آشنا میشه که اون بازاریاب‌ها محصولات رو معرفی میکنن که برای اطمینان بخشی به مشتری این حس رو بهشون میده که اونها بتونن اعتماد بکنن به اون کالا. کما این که میگم این اتفاق شاید توی ایران و خیلی از کشورهای دیگه بیفته که مثلا فروشنده بیاد بازاریابو دور بزنه و مستقیم جنس رو تحویل خریدار بده. خب این یه تفکر اشتباهه، چون بازاریاب زمانی که از این مسئله ضربه بخوره دیگه به هیچ عنوان به سمت فروش اون محصول نخواهد رفت و بعد از یه مدتی شما میبینی که فروشنده یا میگه آقا من دیگه نمیتونم جنس رو تامین بکنم به خاطر اینکه فروش چندانی ندارم، چون تمام مشتری ها رو به این شکل از بین برده و مشتری جدیدی به مکانیزم مثلا سیستم اون اضافه نشده تا بتونه مثلا واگذاری خدمات جدید به اونها داشته باشه که باعث رونق کسب و کار خودش بشه. اما توی این سیستما اصلا به این شکل نیستن، یعنی عملا تمام اینها میگن آقا شما بیا برای من این سیستمو بفروش. دیدید که لینک من خیلی طولانی بود اما الان به این شکل باز شد و اجازه بدید من یه آدرس سوری اینجا بنویسم تا وارد صفحه اصلی خود محصول بشم. خب چون اینا معمولا تبلیغ زیاد میفرستن من از این لندینگ پیجی که این مربوط به این وبسایت هست آدرس ایمیل الکی زدم که فعلا وارد بشه و ببینید چقدر آدرسش طولانی شد. الان این به لیر ترکیه 55 لیر قیمتشه، به پول ایران الان 2240 ضرب در 5464 هولوش 123 هزار تومان قیمت این جنسیه که الان قرار پرداختش بکنم. اما خب دیدید که به هیچ عنوان اسمی از من دیگه اینجا برده نشده، یعنی عملا سایت کلیک بان یا این سایت فروشنده شاید قصد دور زدن منو داشته باشه اما این اشتباهه، یعنی این تفکر اشتباهیه. میایم در انتهای سایت اگر بیایم اینجا اسم منو نوشته، ببینید افیلیت گفته کسی که فروشنده این کالاست اسمش اینجاست، میبینید این دقیقاً اون لینک به اون طولانی کوچیک شد و بعد تبدیل به این شکل شد. حالا اگر من مشتری بیاد همین رو خرید انجام بده از مبلغ 23 دلار هولوهوش تقریباً
تقریبا 18 دلارش رو پورسانت برمیگردونه به من. پس این سیستم علی، این سیستم کلیک بانکه که توی سیستم کلیک بانک این اتفاق اصلا نخواهد افتاد. شما میتونی حتی ریپورت های گزارشات کاری خودت رو هم توی صفحت میتونی به راحتی ببینی و اونها رو استفاده بکنی. یه قسمتی هم هست که شما میتونی این کالا رو به جز علاقمندیات استفاده بکنی و همیشه ازش استفاده ازش به بهترین و سریعترین شکل ممکن بتونی استفاده کنی. یادتون باشه من در دفعات گذشته توی ویدیو قبلی کلیک بانک که این رو آموزش دادم گفتم هر چقدر این آیکون ها بیشتر باشه شما مطمئنا شانس فروختن و درصد گرفتنتون بیشتر خواهد شد. یعنی یه سیستم اگر شما بیا یک کد رو پخش کنی برای افراد زیادی و اون کد مثلا در اختیار افراد زیادی قرار بگیره، اینها الان خرید این کالا رو انجام ندن و مثلا بذارن هولوش یه ماه دیگه این جنس رو قرار باشه خرید بکنن، خب فکر میکنید مثلا اونها به شما پورسانت نمیدن؟ نه، این اتفاق نمیفته. اونها به شما 100% پورسانت خواهند داد و شما میتونی از طریق این آیکون ها بدونی که آیا اگر این سیستم مجدد توسط این کاربر خریداری باشه به شما پول و پورسانت داده میشه یا نه، یا مثلا آیا نرم افزاری قابل موبایل، آیا نرم افزاری هست که بتونه توی موبایل هم این امکانات رو راحت طرف مشتری ببینه و اون رو بتونه کالا رو انتخاب بکنه. آیا اینها وجود دارن؟ که بله وجود داره. شما این تصاویری که دارید اینجا میبینید، این آیکون ها هر کدوم ملاک های خوبی برای اینه که شما بدونید این جنسی که قرار بفروشید چه قابلیت هایی رو در اختیار شما قرار میده. حتی بعضی از این محصولات ببینید صفحات اختصاصی هم دارن که شامل محتوا هست، شامل فیلم، شامل عکس، شامل متنه، که شما از همه اینها میتونید استفاده بکنید. پس سایت کلیک بانک هم به نوبه خودش خوبه، اما یادتون باشه کلیک بانک واقعا زمان زیادی میبره برای کار کردن و فروشنده های زیادی هم هستن که دارن این کار انجام میدن و فروشی هم انجام میدن، اما در هر صورت هر کاری مطمئنن زمان خواهد برد و تا زمانی که شما وقت نذارید برای این فروش انجام نمیشه. برخلاف سایر جنسایی که در سایت هایی مثل علی اکسپرس و سایر کالاهای دیگه هست، این سایت تخصصا کالاهایی رو میفروشه که این کالاها فیزیکی نیستن اغلبا، یعنی مجازیه. یعنی مثلا شما میای یه کتاب دیجیتال خریداری میکنی که روش های پولدار شدن رو به یاد میدن و این روش های پولدار شدن مثلا قیمتش هست 13 دلار. از این 13 دلاری که شما پول دادی گرفتی، 13 دلار که سود اون فروشنده نیست، مطمئنا فروشنده اصلی از این 13 دلار 3 دلار برمی‌داره، 10 دلارش هم پورسانت میده که بازاریاب بیشتر تلاش بکنه برای فروش. اما برخلاف سایت مثل سایت های چین و اینها کاری که انجام میدن فقط محصولاتی رو میان ارائه میدن که یه بعد خاصی از مشتری ها رو توییته خودش نگه داره. مثلا ببینید طرف چاقه، دوست داره لاغر بشه، دنبال راهکارهای لاغری میگرده، خب میاد از طریق این وبسایت محصولات رو پیدا میکنه، آموزش هایی رو پیدا میکنه و میتونه از طریق اونها بره و لاغر بشه. و اما سایت بعدی سایت gearbest.com هست که من این لینکش رو قبلا هم به شما دادم و آموزشش رو هم دادم. این هم یکی از اون وبسایت های فوق العاده خوبه و عملا سایت هایی هست که یکی از سایت هایی هست که شما میتونی بهش اعتماد بکنی برای فروشت. حالا بذارید من مثلا ریپورت هامو باز کنم ببینیم، یا تو صفحه هوم بذارید باز باشه ببینیم اصلا ما ورودی داریم ورودی نداریم و یه چیزی هم فروختیم یا نه. خب من مبلغ فروختنم 42 دلار بوده، حلوش 43 دلار من تا الان فروختم، 3 دلار پورسانت گرفتم، بالانس من الان 5 دلاره و یه دونه فروش هم بوده. 30 نفر هم تا به الان کلیک کردن برای مشاهده محصولاتی که من تبلیغشو داشتم و ورودی گرفتم. پس من الان 3 دلار اینجا کمیسیون دارم که حالا به یه حد نسایی برسه میتونم این رو از سیستم خارج بکنم. این سایت هم به نوبه خودش یه سیستم خیلی خوب داره که شما میتونی محصولات پرفروش رو اینجا ببینی و بعد میتونی اینها رو برای خودت ببری و پروموتش کنی، تبلیغ کنی روشون توی وبلاگت، توی سایتت یا هر جای دیگه میتونی اینها رو تبلیغ بکنی، مشتری جذب کنی بابتشون. ببینید مثلا مسواک برقی قیمتش هست 39 دلار، یا مثلا گوشی شیائومی، گوشی نوکیا X6 قیمتش هست 149 دلار، و دیگه اسکوتر 509 دلار، منتها این برای برند خاصیه، یا مثلا کواد کوپتر
قیمتش از 449 دلار که روش دوربین هم نصب شده، 4K هم میتونه برای شما نصب بکنه و تصویر بگیره. یا هر محصول دیگه که خواستید میتونید صفحاتشو بردارید. اینجا get link رو که بزنید میتونید لینک این محصول رو اینجا کپی بکنید که این در انتها اگر ببینید لینک آیدی که داده کد بنده است. یعنی اگر من این محصول رو تبلیغ بکنم این بنو و این کد من در انتهاش باشه، هر کسی کلیک بکنه و بیاد این محصول رو بخره یا هر محصول دیگه که خرید بکنه، این سایت به من چی میده؟ پورسانت رو پرداخت میکنه. براشون هم هیچ فرقی نمیکنه. تا یه مدتی هم اینها گزارشات رو نگه میدارن و طبق اون گزارشات افرادی که کلیک میکنن و خرید انجام میدن مشمول این میشه که به من پورسانت پرداخت بکنه. سیستم گزارشگیری خوبی داره. مثلا 26/7 گفته من 3 تا کلیک داشتم، که یعنی 3 نفر فقط روی لینک هایی که من گذاشتم کلیک کردن. و البته اینم بهتون بگم که من برای این سایت گیربس هولوش تقریبا شاید 20 دونه از محصولاتش رو برداشتم و یه جایی دارم استفاده میکنم. یعنی مثلا توی یه محیطی اومدم استفاده کردم، فقط 20 دونه است. توی 20 تا 3 دلار فروختنش، 3 دلار سود کردنش بد نیست. یعنی میشه بهش امیدوار بود که اگر ما بریم تعداد زیادی کالا رو هم توش انتخاب بکنیم، باز هم میتونیم پورسانت های بیشتری از این سیستم ببریم. خب قسمت ریپورت شما به همین شکل میتونید سایر مواردش رو هم ببینید. توی قسمت ریپورت گزارشات کاملی از این سیستم مشخص میشه و ببینید مثلا گفته شما رو اینو تبلیغ، اینا جز تبلیغهایی هست که من سیستمم داره پخشش میکنه و داره منتشر میشه جایی که استفاده کردم، اینها رو مردم دارن میبینن. و همینطور که دارید میبینید اینجا آیدی من هست و مشخصا هر کسی روی این کالا توی اون جایی که تبلیغ رو انجام دادم کلیک بکنه وارد این سایت میشه. 17 و 27 دقیقه آخرین کلیکی بوده که انجام شده برای این ساعت و ورودی بوده که من به این سایت فرستادم. پس اولا میبینید این یکی از وبسایت های خوبه که حالا گیربس بعد از علی اکسپرس سایت خیلی خوبیه. من بهتون پیشنهاد میدم حتما علی اکسپرس رو بذارید اول و بعد گیربس. اما اگر محدودیت هایی که روی علی اکسپرس هست از بین بره، گیربس میتونه فروش خوبی براتون داشته باشه و محصولاتشون اگر بیشتر بکنه مطمئنا شانس موفقیت هم بیشتر خواهد شد. و اما آخرین وبسایت بخش وبسایت DX هست که من توی این وبسایت هم به شما آموزشش رو قبلا دادم که شما حتی کمیسیون ها رو هم اینجا دارید میبینید. یعنی با فروختن یک کوله طرف میاد 110 دلار میفروشه، 16 دلار کمیسیون میگیره. یه ساعت میفروشی 141 دلار، 28 دلارش رو به شما کمیسیون پرداخت میکنه. یا یه کت، یه کاپشن، یه لباس ضد کثیفیه که 62 دلار 12 دلار پورسانت پرداخت میکنه. یا این دمپاییه مثلا، یا این کفشا، یا به همیشه این لباس زنونه که خیلی قشنگه، یا این کفشا 56 دلار فروخته میشه، 11 دلار 21 سنت به شما پورسانت پرداخت میکنه. اینها وبسایت هایی هستن که از لحاظ درآمدی میشه روشون حساب کرد. اما یادتون باشه دوستان عزیز، هیچ کاری 100% اینجوری نیست که شما الان بخوابی و فردا بتونی پول در بیاری. من توی یکی از آموزش هایی که دادم به شما در خصوص روش های فروختن از طریق افیلیت مارکتینگ بهتون توضیح دادم. خب اون رو حتما حتما برید ببینید. این ویدیویی که الان ببینید، موس من دارم میچرخونم، این ویدیو میتونه به شما کمک بکنه در فروختن به صورت شبکه، یا مثلا به صورت اینکه شما بیاید تحت وب از طریق تلگرام، از طریق واتساپ، از طریق وایبر، از طریق نمیدونم وبلاگ نویسی، از طریق توییتر، فیسبوک، از طریق همه این شبکه‌ها، از طریق ارسال ایمیل شما میتونی کسب درآمد داشته باشی. پس حتما این ویدیو رو ببینید. حتما این ویدیو رو دوستان عزیزم ببینید تا بتونید با راه‌های فروش آشنا بشید. چه اشکالی داره واقعا اگر شما هم راهی به ذهنتون میرسه بیاد پخشش بکنید. ما که قرار نیست یه چیز رو همیشه در انحصار خودمون داشته باشیم، یا مثلا فکر کنیم خیلی زرنگیم، ای ما اگر بقیه متوجه بشن ممکنه نونبوری ما از بین بره. اصلا همچین مسائلی نیست. از قدیم و ندیم گفتن خدا روزی میرسونه و کسی چشمش به دست بنده خدا نیست، بلکه این افراد هستن که میتونن کمک بکنن برای اینکه باعث شکوفایی ذهن ها بشن، باعث این بشن که افراد حتی یه تلنگر کوچولو باعث بشه که اونها زندگیشون از این رو به اون رو بشه و از اون ایستادگی در محل ثابتی که هستن پا فراتر بذارن و موفق تر بشن. پس اگر چیزی میدونید برای فروش حتما به اشتراک بذارید، حتما بگید و مطرح بکنید، باعث بشه راهکارهای جدید ایجاد بشه و افراد از طریق اون راهکارها بتونن به کسب درآمد برسن. خب
پس حتما این آموزش رو حتما 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 ببینید. نه اینکه ببینید، چقدر تاکید میکنم که اینو ببینید، به خاطر اینکه میدونم همه میگن آقا ما میریم افیلیت مارکتینگ میکنیم اما نمیتونیم بفروشیم، ما میریم فلان کارو میکنیم اما نمیتونیم بفروشیم. خب به خاطر اینکه شما خیلی از جوانب کار رو در نظر نگرفتی، یا اصلا استارت به شکل خیلی بد زدی، نتونستی هنوز بفروشی، اما میتونی، شما میتونی این راه رو به راحتی به دست بیاری و فروش انجام بدی. خب حتما حتما یادتون باشه، پس این ویدیو رو از دست ندید، حتما ببینیدش. من توی انتهای ویدیو حتما لینکش رو میذارم که بتونید استفاده بکنید. یا مثلا ببینید دراپ شیپینگ کردن رو من قبلا به شما توضیح دادم. توی دراپ شیپینگ کردن شما یه کالایی رو از یه جا می‌خریدی به یه نفر دیگه می‌فروختی. این همچنان وجود داره، یعنی وجود یک کالای خارجی باعث میشه که شما به عنوان خریدار این جنس رو بخری به یه نفری که اون جنس رو خواهان هست بفروشی. دراپ شیپینگ کردن درد سرای خودشو داشت، اما افیلیت مارکتینگ همچین مواردی رو نداره، چون شما هیچ کالایی جابجا نکردی، هیچ جنسی نفروختی، هیچ انباری نداشتی، هیچ جنسی خرید نکردی انبار بکنی بفروشی، بلکه جنس تو یه نفر دیگه فرستاده، یه نفر دیگه خریداره، شما این وسط معامله رو جوش دادی به نفع خریدار و فروشنده، هر دو دارن سود میکنن، خریدار جنس رو میخره، فروشنده هم جنس رو میفروشه و این وسط شما پورسانت رو دریافت میکنی. پس افیلیت مارکتینگ یکی از اون مواردیه که حتما تو ذهنتون بسپارید که از دست ندید. کلیک بانک هم که بهتون گفتم دیگه، حالا معایبش، یکی از مسائل مهمش اینه که کالاهایی که فروخته میشه کالاهای خاصه، نه کالاهای مثلا عمومی. یعنی ممکنه خیلی از موارد، میگم طرف چاق دوست داره لاغر بشه، خب میاد اینجا یه کتاب پی دی اف دانلود میکنه، اون کتاب پی دی اف ممکنه $20 قیمتش باشه، $20 میده فقط 4 تا راهکار میخونه یا مثلا یه دونه فیلم میبینه و تمام، و بعد شما اینجا پورسنت میگیری. در هر صورت من این آموزش رو بهتون دادم که با این راهکارها یه بار دیگه مروری داشته باشیم به اون مواردی که قبلا توضیح دادم. یا مثلا در مورد آمازون من به شما آموزش دادم، گفتم از طریق آمازون شما میتونید کسب درآمد داشته باشید. من تو آموزش امروز آمازون رو نگفتم، چون در ایران یا خیلی از کشورها ممکنه دسترسی به این وبسایت به سختی باشه و اگر متوجه بشن طرف مثلا ایرانی ممکنه اکانتش مسدود بشه. و دیگه اینکه من توی دو تا از آموزش‌ها به شما راجع به حساب وبمانی بهتون توضیح دادم، یا ساب ارتیم که بهتون گفتم شما میتونید افتتاح حساب بانکی داشته باشید توی این دو تا وبسایت و تا بعد میتونید پول هاتون رو به اونها انتقال بدید و بعد پولتون رو تبدیل به دلار بکنید یا به ریال بکنید، تو جیبتون بذارید و با خیال راحت با آسودگی خاطر حداقل روزتون رو بگذرونید. در هر صورت من آدرس تمام این وبسایت‌ها رو مجدد براتون در انتهای ویدیو میذارم، زحمت بکشید تمامش عضو شید و استارت کارتون رو بزنید. و بازم بهتون میگم این آموزش چطور با افیلیت مارکتینگ بفروشیم و سود کنیم رو فراموش نکنید ببینید. من آموزش‌های تکمیلی دیگه تو بقیه ویدیوها دادم که میتونید حالا ویدیوهایی که در مورد کسب درآمد هست رو خودتون برید و یه مرور انجام بدید، یه مرور بکنید و با بهترین‌هاش آشنا بشید. اگر چیزی به ذهنتون رسید حتما بگید تا برای عموم به اشتراک گذاشته بشه. اگر چیزی میدونید حتما به بقیه بگید و این رو با بقیه به اشتراک بذارید و شیر کنید بین بقیه. و همیشه به فکر موفقیت بقیه و خودتون باشید. براتون آرزوی موفقیت میکنم، امیدوارم که شب و روز خوبی داشته باشید. ویدیو رو لطفا بعد از اینکه دیدید اگر پسندیدید لایکش بکنید، برای دوستاتون به اشتراک بذاریدش، توی شبکه‌های اجتماعی بفرستید به ایمیل دوستاتون، توی تلگرام براشون بفرستید یا توی واتساپ، یا لینک ویدیو رو براشون بفرستید و حتما حتما کانال محمود بیز رو در یوتیوب سابسکرایب کنید. ممنونم از اینکه وقت گذاشتید. براتون آرزوی شب و روز خوبی رو دارم. موفق باشید. خدایا رو نگهدارتون.